جوانان یار من، عیسی مسیح دلدار من، عشق دنیا کار من، از آن سویت آیم، از آن سویت آیم. در بامداد زندگی با شادی و فرخندگی، مردان با آزادگی دل ما منزل معشوق جونم، دل عاشق در مکنون جونم. کمال عاشقی و دلربایی، مسیحا سرور گردون جونم. بینندگان عزیز شبکه 107 پارس، درود بر شما. چه سعادتیه که بتونیم برنامه ای رو به شما خوبان تقدیم کنیم که با دل ما ایرانی ها حرف میزنه، با دل عزیزانمون که در افغانستان و تاجیکستان هستن حرف میزنه. آیاتی رو از کلام خدا بخونیم که با شعر و شاعری، ادب و ادبیات سنخیت زیادی داره. خوشحالم که امروز باز با برنامه دیگه ای از محور پرستش برای مطالعه و تحقیقی عمیق‌تر از کلام خدا در کتاب غزل‌های سلیمان مهمان خونه های شما هستیم. عزیزان، کلام مقدس خدا کلام زنده‌ای هست که در اون کلام تصاویر زیادی به کار رفته تا ما رو با خالقمون آشنا کنه. دل آدم که از خدای خودش، از خالق خودش دور شده، دل ما که روزی منور بود و میتونستیم با خالق خودمون رو در رو صحبت کنیم، خیلی کدر شده. این کدارت گناه باعث شده که نتونیم صدای خدا رو بشنویم و خدا در این رابطه میاد از استعاره ها، از تصاویر استفاده میکنه تا با ما عشق خودش رو بیان کنه. چند تا آیه از غزل‌های سلیمان میخوام براتون بخونم که در اونجا خدا از استعاره استفاده میکنه تا با ما سخن بگه. گوش کنید. کلام خدا میفرماید: من صدای محبوبم را میشنوم که جست و خیز کنان از روی کوها و تپه ها به سوی من می آید. محبوب من همچون غزال و بچه آهوست. او پشت دیوار ایستاده و از پنجره نگاه می کند. محبوبم به من می گوید: ای دلبر من، ای زیبای من، برخیز و بیا، زیرا زمستان گذشته است و موسم باران به پایان رسیده است. گلها از زمین روییدند، گلها از زمین روییدند و زمان نغمه سرایی رسیده است. آواز فاخته در مزرعه گوش ما را نوازش می‌دهد. درختان انجیر میوه به بار آورده و رایحه شکوفه‌های تاک‌ها هوا را عطرآگین ساخته است. ای عزیز من، ای زیبای من، برخیز و با من بیا، ای کبوتر من که در شکاف صخره ها و در پشت سنگ ها پنهان شده ای. بگذار که روی تو را ببینم و صدایت را بشنوم، زیرا صدایت سحرانگیز و روی تو زیباست. لذت بردید از این آیات؟ واقعا برکت عظیمیه که آدم کلام خدا رو در واژگانی پر از محبت و عشق بخونه. بعضی وقتا لازم میشه که خدا از تفاصیل، از تماثیل، از عکس‌ها، از استعاره ها استفاده کنه. کبوتر، شکاف صخره، جاهایی که برای ما معانی خیلی مرتبط با زندگی روزانمون و روزمرمون ممکنه داشته باشه. اما خدا میخواد یه کار عظیم انجام بده. خدا میخواد بگه من عاشقتم، میخواد بگه تو رو دوست دارم، تو محبوب جان منی، و میخواد از شکاف صخره ها، از شکاف در خونه ها، از سقف‌ها وارد بشه و بیاد
از طریق پیغام این تلویزیون خودش رو به شما آشکار کنه. عزیزان تا چند لحظه دیگه میخوایم همراه با برادر عزیزم خادم خدا کشیش رضا ترکمند مهمان خونه های شما بشیم تا این آیات رو بیشتر در موردش تعمق کنیم و تفسیری از کلام خدا به شما تقدیم کنیم. با ما باشید تا چند لحظه دیگه همراه با برادرم رضا ترکمند در برنامه محور پرستش مهمان شما خواهیم. بسیار عالی. بینندگان عزیز، همینطور که وعده دادم امروز برادر عزیزم کشیش رضا ترکمند با ما هستند. برادر رضا خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون از دعوتت مسعود جان. منم درود و سلام میگم به بینندگان عزیزمون که در منزل ها نشستن، از اینکه این برنامه رو با ما همراهی میکنن، از دعوت و دوستی شما هم افتخار میکنم. برادر رضا، ما رسیدیم به دومین غزل از 6 تا غزل، غزل های سلیمان. دومین غزل از آیه 8 به بعد در فصل دوم شروع میشه. میشه این آیات رو یه چند لحظه یه نگاه با هم بکنیم و در موردش به بیننده های عزیزمون یه خورده توضیح بدیم. من در غزل دوم اجازه میخوام ازتون، ابتدا صدای محبوبه رو میشنویم که داره میگه من صدای محبوبم رو میشنوم. آواز محبوب من است، اینک بر کوها جستان و بر تلها خیزان میآید. محبوب من مانند غزال یا بچه آهو است، اینک او در عقب دیوار ما ایستاده، از پنجره ها می نگرد و از شبکه ها خیشتن را نمایان می سازد. محبوب من مرا خطاب کرده گفت ای محبوبه من و ای زیبای من، برخیز و بیا. بیایم این رو در قالب یک عشق مجازی، عشق معمولی قرار بدیم. من فکر میکنم معانی این بهتر برای من لااقل واضح میشه، روشن میشه. من زمانی که با همسرم نامزد بودیم، موانع زیادی سر راه ما بود، مشکلات بسیار زیادی باهاش مواجه شدیم. مثلا اینجا داره الان توی کلام خدا راجع به این میگه وقتی صدای محبوبم رو شنیدم، جست و خیز کنان از کوه و تپه و نمیدونم زمستون و برف و بارون و همه چیز گذشتم. هیچی نمیتونه مانع عشق بشه. وقتی عشق میاد قدرتی به انسان میبخشه که هیچی نمیتونه مانعش بشه و میتونه انسان رو رد کنه از موانع و مشکلات. ما زمانهای قدیم که هوا خیلی سرد میشد تو زمستونا، من یادمه مادرم همیشه میگفتن شب میگذره و روسیاهیش به زغال میمونه، یا زمستون میگذره و روسیاهیش به زغال میمونه. و با عشق بهار، با عشق روز، با عشق گرما، ما این سرما و سختی ها رو اصلا زیاد احساس نمیکردیم، ولی نمیتونست مانع ما بشه. من فکر میکنم در زندگی زناشویی خدا میخواد ما مثل یک آهوی باشیم که در عشقمون به همسرمون، عشقمون به اون عزیز دلمون، جست و خیز کنان سر از پا نشناسیم و گر مرد رهی سر به هوا باید رفت، باید حرکت کنیم. چه برداشتی شما از این آیه و این برداشتی که داشتیم در قالب رابطه یک کلیسا با عیسی مسیح دارید؟ در رابطه با عهد جدید من دو تا نمونه الان توی ذهنم اومده که یکی از نمونه های خیلی قشنگ اون توی رومیان فصل 8 از آیه 34 به بعده که اصلا بینندگان عزیز ما بارها این آیات رو شنیدن که میگه یکی از یقین ها و باورهای پولس رسوله که میگه یقین میدانم که نه موت، نه حیات و نه چیزهای گذشته، نه چیزهای حال، نه چیزهایی که در آینده قرار اتفاق بیفته، نه بلندی و نه پستی، نه رؤسا، نه فرمان روایان، هیچ چیز نمیتونه منصور جان ما رو از محبت خدا که در مسیح عیسی جدا بکنه. آفرین. و این محبت من فکر میکنم خیلی زیباست. همین حالتی که من بیان کردم خدمت بیننده های ما که رابطه عاشقانه بین زن و شوهر هست، رابطه کلیسا با خدا هم همین هستش. ما امروز می‌بینیم کلیسای تحت جفای ایران داره در ایمان خودش رشد می‌کنه، داره کلیسا قوی‌تر میشه، چون هیچ تپه و مانعی و هیچ سختی نمیتونه جلوی محبت کلیسا به عیسی و عیسی به کلیسا رو بگیره. اجازه بده نمونه دوم من اشاره کنم بهش که اگه خاطرت باشه جایی بود که عیسی مسیح با شاگردا جمع شده بود، مردم زیادی جمع شده بودن، ولی خب یک نفر میاد میبینه اونجا خیلی شلوغه، فلج بوده، رو تخت خوابونده بودنش. میگه که خب منو از پشت بون ببریم، سقف اون خونه رو سوراخ میکنه، از پشت بون رو میرزنش تو.
یعنی هیچ سدی مانعی نمیشه. میگه من باید با مسیح روبرو بشم. دقیقاً. و امروز پشت بوم‌های خونه‌های ایران باز شده، خونه‌های افغانستان و تاجیکستان باز شده و امواج محبت خدا از طریق تلویزیون‌ها داره میاد خدمت شما بیننده‌ها تا شما رو با خالقتون و عاشقتون آشناتر بکنه. هیچ چیز نمیتونه مانع بشه. چیزی نمیتونه. اما در این وسط آیه 15 هم هست برادر، آیه 11 تا 15 هم هستش که توی آیات 11 تا 15 یک هشداره و میگه حالا که زمستان گذشته، حالا که سختی‌ها گذشت، حالا که ایام آرامی پدید اومد و زمان نغمه سرایی رسیده، آواز فاخته در گوش ماست، این همه این خوبی ها هستش. میگه توی آیه 15 میگه یه دفعه میگه حالا که همه چیز خوب شده روباها رو بگیرید، روباهای کوچیک رو بگیرید زیرا تاکستان ها رو خراب میکنند. و این یک هشداره برادر رضا که چه در زندگی زناشویی، چه در رابطه کلیسا با عیسی مسیح، ما سختی ها نمیتونه ما رو بشکنه. در چندین قرن پیش، قرن سوم، ترتولیان میگه خون شهید بذر کلیساست. وقتی که شهدا رو کلیسا به خدا تقدیم میکنه، کلیسا رشد میکنه. سختی ها باعث قوی تر شدن و رشد کلیسا میشه. اما وقتی که سختی ها میگذره باید مراقب باشیم. بیننده های عزیز، من و همسرم ناهید یک سال و نیم برای ازدواج با هم تلاش کردیم، سختی کشیدیم و ولی وقتی که آرام شد، بعد از اون موج جدیدی از بحران ها برامون پیش اومد. همینطور در کلیساست و اینجاست که کلام خدا میگه روباها رو بگیرید. مشکلای کوچولویی هستن، ما ممکنه با شیر و خرس به قول کلام خدا مواجه بشیم، اما روباهای کوچیکی هستن که از این سوراخ‌های زیر دیوار رخنه میکنن، میان داخل خونه. کتاب مقدس میگه مواظب اونا باشید چون اونا میتونن زندگی نرمال عاشقانه معشوقانه شما با معشوقتون و یا شما با خدا رو مختل کنن، خراب کنن. میگه روباهان کوچیک مشکلات بسیار بزرگی میتونن ایجاد بکنن. البته مسعود جان، من روانشناس نیستم، ولی اینی که الان من میخوام بگم در رابطه با ادامه صحبت شماست، صحبت روانشناسی شاید باشه که من تخصصش ندارم، روانشناس نیستم، ولی که وقتی که ما توی زندگی زناشویی دو نفر مشکلات کوچیک، شما اشاره به شغاله کردید، مشکلات کوچیک رو میپوشونن، نادیده میگیرن، همون چور که شما فرمودید، اینها یواش یواش بزرگ میشه. بهتره که ما وقتی که مشکلات هنوز کوچیک هستن بهشون بپردازیم، بشینیم با هم صحبت کنیم در موردش و با هم دیگه این مشکلات کوچیک رو حلش کنیم، چون اگه بمونه اون گوشه، همونا از اون شیری که شما فرمودید خطرناک‌تر میشه. و دد کاملا درست میگید و حالا من این رو به صورت نرمال میبینم. مثلا فرض کنید، نمیدونم شما یه آب باری قدیما دیده بودید، این آب جویای آبی که توی مزرعه ها بود، گاهگداری اگه یه ذره آب نشتی میکرد از یه ذره، از یه سوراخ کوچولو، به تدریج اینو بزرگتر و بزرگتر میکرد و آب کلی هدر میرفت. شغال های کوچک، سوراخ های کوچک، موانع کوچک رو همینطور که شما گفتید نباید انکار کرد. خیلی از بیننده های ما فکر میکنن چون ما مسیحی هستیم نباید تو مشکل پیش بیفتیم. این که خیلی زشته. من ایمان دارم بفهم بگم که این مشکل کوچیک بودم و این مشکل کوچیک میتونه رابطه ما با خالقمون رو خدشه‌دار کنه. پس وقتی که هست اول انکار نکنیم همینطور که شما گفتید و دوم بریم ببینیم چه عاملی، چه چیزی باعث شده این مشکل پیش بیاد و در صدد حلش بر بیاییم، با اونها مواجه بشیم. من یکی از چیزایی که این وسط شنیدم و یه خورده برام سخت باورش اینه که بعضیا میگن میدونی مهم نیست چه مشکلی توی زندگی ماست، اصل اینه که من و تو همو دوست داریم عزیزم. مهم نیست که مسائل مالیمون به هم ریخته، اصل اینه که ما همو دوست داریم. مهم نیست که بچه هامون اینطور، مهم اینه که ما همو دوست داریم. اتفاقا این چیزای کوچولو مهمه. خیلی خوبه که زوج، زن و شوهر همو عاشقانه دوست داشته باشن، این اصله. اما در این راستا اتفاقات جانبی که میفته مهمه، چون میتونه روی اون اصل تأثیر منفی بذاره. برای اینه که کلام خدا میگه روباهای کوچیکو بگیرید. من یادیه ای رو میخوام از شما خواهش کنم، از اول قرنتیان بخونید که میتونه سهه بذاره در اول قرنتیان فصل 5 بر همین موضوع که مسائل کوچکی که ممکنه در دوران اطراف ما باشه میتونه چه مشکل عظیمی ایجاد کنه. اول قرنتیان فصل 5 آیه 6 و 7،
فخر شما نیکو نیست. آیا آگاه نیستید که اندک خمیر مایه تمام خمیر را مخمر می سازد؟ پس خود را از خمیر مایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، چنان که بی خمیر مایه هستید، زیرا که فسح ما مسیح در راه ما ذبح شده است. و این خمیر مایه بهترین مثاله. عیسی مسیح در جای میگه اگه یه پیرزن یه ذره خمیر مایه رو نمیگیره توی 100 کیل مخلوط بکنه و چه عظمتی ایجاد میشه. یه ذره مشکل، بحران کوچیک، انکارش نکنیم، نگیم آره ما خداوند رو دوست داریم، حالا هر بدی اتفاق میفته خداوند رو دوست داریم، اگه مشکل بحران اخلاقی است اشکال نداره، خداوند رو دوست داریم اگر دردسرهایی برای جامعه ایجاد کردیم. نه، این دوتا با هم لازم و ملزوم هم دیگه هستن و باید خیلی مراقب باشیم. وقتی این مشکلات کوچیک پیش میاد، لطفاً عزیزان انکار نکنید، بلکه با مواجه شدن با اون خمیرمایه کوچک، با اون خمیرمایه بدی، با اون مشکل بریم به حضور خدا و در صدد حل و رفع اون بر بیاییم. علتش اینه که محبت، همون اصلی که میخوایم صحبت کنیم، که مرکز و محور همه این چیزاست، بر احساس ما بنا شده. محبت حاکی از احساسات و عواطف ماست و احساسات و عواطف و محبت بسیار لطیف و شکننده، مثل یه قنچه گل تازه‌ای میمونه که وقتی میکنیمش کم کم در معرض حرارت، فشارها، بی‌آبی‌ها، مشکلات کوچولویی که قرار می‌گیره، کم کم حالت خودش رو از دست میده و پژمرده میشه. دقیقاً وقتی که ما نگاه می‌کنیم به کتاب مقدس، با خدایی روبرو میشیم که عشق و محبت خودش رو داره به شکل‌های متفاوتی برای ما بیان می‌کنه. و کتاب غزل‌ها که ما توی محور پرستش تو این قسمت داریم ازش استفاده میکنیم، داره به ما توی حتی اون روابطی که شما اشاره کردی، روابط زن و شوهر، و بعد در یک قسمت دیگه کم وسیع‌تر نگاه میکنیم، میبینیم رابطه کلیسا و مسیح چقدر داره دقت میکنم. همونطوری که ما تو روابط زناشویمون میباید که مراقب باشیم که آسیب نبینه، چیزای کوچیک عمق پیدا نکنه. باید تو رابطه شخصی خودمون با خدا خداوندم همین رو داشته باشیم، مواظب باشیم که گناهان کوچیک، عادتهای کوچیک، ما اینا رو کوچیک نشموریم، بدونیم که همون چیزای کوچیک ممکنه تو رابطه من و خدا مانع ایجاد کنه و برای من مشکل ایجاد. یکی از روبه‌های کوچیکی که من تصور می‌کنم بد نیست، جوانانی که برنامه‌های ما رو تماشا می‌کنن بدونن، اون روبه مشکلات جنسی و اخلاقیه. کوچیک نگیرید عزیزان من، جوانان خودتون رو پاک نگه دارید. در ایامی که قبل از ازدواج هستید کاملا خودتون رو پاک نگه دارید، و در بعد از ازدواج با عهد ازدواج بین شما و همسرتون این رابطه پاک و صمیمانه و مقدس و نیکو رو محکم نگه دارید، چون یه چیز کوچولو میتونه رخنه ای عظیم ایجاد کنه. رضا جان، وقتی که این مشکلات ایجاد میشن، نه فقط باعث لطمه خوردن به یه نفر میشن، بلکه یه جمع بزرگتری رو دچار بحران میکنن. و نه فقط یکی از زوجین وقتی وفاداری از بین بره، وقتی یکیشون خیانت کنن، هر دو نفر لطمه میخورن. فقط این نیست که این روباه یک نفر رو، نه، کل رابطه رو به هم میزنه. میخوام از شما خواهش بکنم برادر رضا، کولوسیان فصل 3 رو باز کنید و آیات 12 تا 14 رو برای بیننده های ما بخونید. و همینطور که شما دارید این آیات رو باز میکنید، کولوسیان فصل 3 آیات 12 تا 14، میخوام از شما بیننده های عزیز دعوت بکنم خودکار کاغذ آماده بکنید، و بعد از اون از شما میخوام خواهش کنم که یعقوب فصل 3 آیات 13 تا 18 رو برای خودتون بخونید. برادر رضا، کولوسیان 3 12 تا 14. پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید، و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو نمایید، هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید.
و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید. عزیزان، وقتی که محبت رو روی اینها بکشید، نه فقط میتونید دیگری رو ببخشید، بلکه میتونید دیگری رو بلند کنید و اون سوراخ‌های کوچک بسته میشه، روباها از بین میره و وقتی اونها از بین رفتن دل شما تبدیل میشه و وقتی دل شما تبدیل شد شخصی میشید مثل برادرمون پتروس راد، که برادرمون پتروس راد برادر رضا ایشون دلش عوض شده، کسی که در تمام عمرش صوفی بود و در دنبال خدا میگشت، خدا اومد دل این مرد رو زیر و رو کرد، با محبت بناش کرد و الان تمام عشقش به خدا رسیده. و میخوام الان بیننده های عزیزمون رو دعوت بکنم تا چند لحظه به یکی دیگه از سروده های برادرمون پتروس راد گوش کنید تا جان شما متلذذ بشه و باز برمیگردیم. من و برادرم رضا در خدمتتون خواهیم بود. اگر محرم شدی در کوی دلدار، حریم دوست را حرمت نگه دار. اگر روح القدس در سینه داری، دل خلق خدا هرگز میازار. دمت آنگه زدمهایش برد فیض، که نفست وارهد از طبع مردار. به خلوت رو که خلوت جلوت آرد، به خلوت رو که خلوت جلوت آرد، سحر در رازگاهانت نیاز آرد. دل از آلودگی ها شستشو کن، که جان توست عیسی را چو دربار. محبت کن، محبت خالق توست، یا بگذر ز جور خرد و بسیار. کلام نور را از نور میجو، بود نور جهان عیسی بردار. به یمن خون او عهد نوین است، چو پتروس بگذر از دوران بیمار. مسعود جان، شعری که با هم دیگه شنیدیم خیلی نکته جالبی داشت، همون شعری که برادرمون پتروس راد گفتن. نکته که منو خیلی گرفت تو این شعر اون قسمتی بود که در رابطه با نگه داشتن حریم یار صحبت میکرد. خیلی مهمه که ما اون حریم رو نگه داریم، اون حصاری رو که توی زندگی خودمون داریم، اون حریم خانوادگی خودمون رو حفظ کنیم، اجازه ندیم کسی بیاد وارد اون بشه. اون وقت مخصوص، اون قسمت مخصوص ما و همسر ما و خانواده ماست. به همون شکل ما در یک جنبه دیگه میتونیم بگیم که اون حریمی که ما با خدا داریم یک جای محفوظ و مخصوص خودش رو داره. مسیح میگه برو به خلوتگاه خودت، درو ببند با پدر نهان بین خودت، با پدر نهان بین خودت صحبت کن و اون تو رو آشکارا جزا میده. و اینه که اون وقت مخصوص اشاره به رازگاهان ما داره، اون جایی که ما به طور خصوصی باش حرف میزنیم، پچ پچ ما میگفتیم، پچ پچ کردنهای خیلی دوستانه خودمون. و این حریم خیلی مهمه. همین مبحثی بود که قبل از اینکه شعر برادر پتروس رو بشنویم راجعش صحبت کردیم، که چقدر حرمت داره این رابطه عاشقانه ای که بین دو نفر و بین با خدای ما هستش، و این رو باید نه فقط حرمت نگه داشت، حرمت گذاشت، بلکه حریمش رو باید نگه داشت، باید حریم این رو در پاکی نگه داشت. و من قبل از اینکه بریم شعر برادرمون رو ببینیم، از بیننده‌های عزیز خواهش کردم، گفتم یه کاغذ خودکار بردارید و رساله یعقوب در عهد جدید فصل سوم آیات 13 تا 18 رو بخونید. توی این آیات یک سری خصوصیات، یک سری ویژگی ها بهش اشاره شده برادر رضا، که ما با نگه داشتن اینها میتونیم رابطه خودمون با اونی که عاشق ماست رو بهبود ببخشیم و همینطور رابطه زمینیمون رو با عزیزانمون بهبود ببخشیم. یعقوب، رساله یعقوب فصل سوم از آیات 13 تا 18. اما برادر رضا، این غزل دوم رو اگه بخوایم تموم بکنیم، دو تا آیه هست، آیه 16 و 17 در انتهای فصل دوم. اگه ممکنه این آیات رو بخونید، فصل دو آیات 16 و 17 رو برای بیننده ها لطفاً بخونید.
محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم. در میان سوسنها میچراند. ای محبوب من، برگرد و تا نسیم روز بوزد و سایه ها بگریزند، مانند غزال یا بچه آهو بر کوههای بائر باش. و این گله خودش رو که در میگه در بین سوسن ها میچرانه، باید خیلی برام زیبا بود که به نظر میاد که این رابطه عاشق و معشوقی که در کتاب غزل غزل های سلیمان مطرحه، رابطه کسی که حالا سلیمان پادشاه، اون شخصی که بسیار محترمه و الان در قبا و در لباس چوپانی به این دوشیزه شولمید نزدیک شده، برداشته گوسفنداش رو برده برای چرا، به چراگاه برده، دوره، رفته جای دور. و در این دوری نکته زیبا اینه که این دو نفر خودشون رو به هم دیگه متعلق میدونند، خودشون رو به هم وفادار میبینند. میگه که محبوبم از آن من است و من از آن وی میباشم. و اینو یه رابطه یه طرفه نمیگه، چه مرد چه زن. در برخی از فرهنگ‌ها و تفکرات این رابطه خیلی غلطه که مرد یا زن مال منه. نه، ما در عهد ازدواج به هم دیگه تعلق داریم، ما به هم متعلقیم، من به همسرم و همسرم از آن منه، محبوبم از آن من است و من از آن وی می باشم. همینطور در فصل ششم غزل غزل‌های سلیمان آیه 3 دوباره همین رو تکرار می‌کنه. تعلق داشتن درش محدودیت هست و چه محدودیت شیرینیه. تعلق داشتن نیکوست، تعلق داشتن با مالکیت فرق میکنه، تعلق داشتن سخن از حریم هست. مسعود جان، بین کلام زیبا و شیرینت که میگه، من اصلا همینطوری محو کلمات شما میمونم. یکی از اون نکاتی که امروز ما تو دنیای اطرافمون میبینیم اینه که بی ارزش کردن این حریمه و اون حس تعلقی رو که شما فرمودید دیگه. من اگه خاطرتون باشه قبل از اینکه بیایم به استودیو، ما صحبت لامپ و چراغ و چلچراغ بود و اینکه یک نفر نه فقط به خودش رو به یک نفر متعهد نمی‌کنه، بلکه برای همه دل داره، به همه سرویس میخواد بده، خودش رو متعلق به همه میخواد بکنه. این خب من فکر می‌کنم در محدوده چیزی نیست که کتاب مقدس تعریف میکنه. در محدوده روابط زناشویی این رابطه بسیار مقدس بین یک زن و یک مرد در تمام عمر محدود هستش. و خیلی ممنون که تاکید کردید روی این. من فکر میکنم آیات زیادی هست در کتاب مقدس که به این عهد داره اشاره میکنه عزیزان، و ما باید خیلی مراقب باشیم، بدونیم که اگرچه خود سلیمان نمونه خوبی نبود از نگه داشتن این عهد، واقعا نمونه بود که در اواخر زندگیش خرابکاری کرد، سوتی داد، اما کلام خدا میخواد ما رو از زندگی سلیمان بهمون درس بده، بگه وفادار باش. در این وفاداری، در این حرمت نگه داشتن، در این حریم دل رو رعایت کردنه که برکتی عظیم نهفته است و خدا میتونه نه فقط زندگی این دنیا و این ایام ما رو برکت بده، بلکه ما رو در ابدیت با خدا آشناتر و مبارکتر کنه. بینندگان عزیز، فرصت خوبی بود با شما داشتیم. دعوتتون میکنیم با ما تماس بگیرید و با کلام خدا جان خودتون رو سیراب کنید. تا فرصتی دیگه شما رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار. بدرود عزیزم.